منم خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا پایان ویدیو ما را همراهی نمایید. مجلس نمایندگان حکومت را از افزودن پول به کد 91 سلب صلاحیت کرد. کمیسیون مالی و بودیجه مجلس نمایندگان حکومت را از افزودن پول به کد 91 سلب صلاحیت کرد. در حالی که قرار سند بودیجه سال مالی 99 فردا در نشست عمومی این مجلس به بحث گرفته شود، کمیسیون مالی و بودیجه مجلس نمایندگان گفته است که عدم توازن در پروژه های انکشافی مورد دیگری است که حکومت باید آن را حل کند. اعضای این کمیسیون گفتند که تغییرات و تعدیلاتی که در سند بودیجه به حکومت پیشنهاد شده است باید به گونه جدی در نظر گرفته شود. بر بنیاد گفته های اعضای این کمیسیون، صلاحیت افزودن پول در کد 91 از سوی حکومت نیز سلب شده است. سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودیجه مجلس نمایندگان گفت: ما از صلاحیت های قانونی استفاده می کنیم و تغییراتی که در سند بودیجه وارد شده، بخصوص کد 91 قید گردیده، صلاحیت ها و بحث زیاد بودیجه در سکتورهای معارف و صحت است که تعدیل آورده شده و اگر توقعات قانونی مرفوع نشود احتمالا این سند رد خواهد شد. در همین حال شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که بی‌توجهی به ولایات محروم پروژه های انکشافی جفای بزرگ در حق مردم است. با این حال کمیسیون مالی و بودیجه تاکید کرده که با در نظر داشت چالش هایی که در سند بودیجه وجود داشت، حکومت مسوده جدید آن را آماده میسازد و اگر چالش های موجود در سند بودیجه را مرفوع نسازند، نمایندگان مجلس در این رابطه تصمیم اتخاذ خواهند کرد. این در حالی است که مجلس نمایندگان گفته بود برای بررسی اتهام های حیف و میل پول کد 91 کمیسیون ایجاد می کنند. تا کنون اعضای کمیسیون بررسی کننده اتهام های حیف و میل پول از کد 91 مشخص نشدند. اعضای مجلس نمایندگان برای بررسی اتهام های حیف و میل پول از کد 91 در قطعه 1397، انتقال 15 میلیارد افغانی از بانک ملی به وزارت مالیه و نیز شفاف نبودن گردآوری 10% مالیه از کردیت کارت های تلفن بر ایجاد کمیسیون خاص توافق کردند. یک سیوم نمایندگان مجلس در این باره امضا جمع کردند. شمار از این نمایندگان که طرح ایجاد این کمیسیون را پیشنهاد کردند میگویند که این کمیسیون 3 ماه فرصت خواهد داشت تا اتهام های فساد را در این بخش ها بررسی کند و به مجلس عمومی گزارش دهد. غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت: ایجاب می نماید که مطابق ماده 89 قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مطالعه بر اعمال حکومت تشکیل و در زمینه بررسی های لازم انجام گیرد. پیش از این اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به حیف و میل پولهای کد 91 از قطعه 1397 و نیز انتقال غیر قانونی 15 میلیارد افغانی از بانک مرکزی به وزارت مالیه متهم ساختند. در همین حال شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان بودیجه 1399 را که زیر کار دارند متوازن نمی دانند و تاکید می ورزند که پس از این بودیجه نباید بر بنیاد تقسیم بندی ولایت ها زیر نام ولایت های درجه 1، 2 و یا 3 صورت بگیرد، چون شماری از ولایت ها در محرومیت قرار گرفتند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان گفت: توجه شما را می خواهم، در بودیجه ملی 1399 جدا به این سیستم ظالمانه پایان داده شود. پیش از این شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حیف و میل در حدود 2 میلیارد افغانی از قطعه 1397 در کد 91 و نیز انتقال 15 میلیارد افغانی به گونه غیر قانونی از بانک مرکزی به وزارت مالیه انتقاد کردند. حکومت اما هر گونه حیف و میل پول را در این قطعه رد کرد و نیز انتقال پول از بانک مرکزی به وزارت مالیه را قانونی گفته است. انتقاد از چگونگی هزینه شدن پول های کد 91 از سوی حکومت.
آنچه که شماره از اعضای مجلس آن را هزینه کردن بی باکانه پول های کد 91 از سوی حکومت می گویند هنوز هم واکنش برانگیز است. افزایش بیش از دو برابری هزینه های کد 91 در سال گذشته این انتقادها را به بار آورده است که در بیشتر حالات پول های داده شده از این کد در بخش های هزینه شدند که نیاز نبوده است. هزینه های این کد در سال گذشته از 1.3 میلیارد افغانی تا 3.20 میلیارد افغانی افزایش داشت. برود دوشنبه همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در گفته هایش در مجلس نمایندگان بر قانونی بودن انتقال پول ها از کد های دیگر به کد 91 تاکید کرد. تعدیلات از یک کد متفرقه به کد دیگر آن بنابر کمبود وجود در برخی از کد های متفرقه غرض جلوگیری از عدم اجرای تخصیصات و توقف امور ضرورت واحدهای مربوط بودجوی و ایجاد توازن در بین کد های متفرقه آن صورت گرفته است. اما شماره از اعضای مجلس در این باره دید دیگری دارند. ذبیح‌الله عتیق عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت: مکرراً سوال کردند از وزیر صاحب مالیه که در ارتباط به جزئیات مصرف کد 91 بحث داشته باشند، اما متاسفانه هیچ حرفی در این ارتباط نداشتند. در این میان گزارش ها درباره داده شدن 2.400.000 افغانی از کد 91 از بحر خرچ دسترخوان و کرایه خانه یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عضو کنونی مجلس سنا و داده شدن بیش از 1.400.000 افغانی از بحر کرایه خانه داوود سلطانزوی مشاور پیشین رئیس جمهور و عضو کنونی ستاد انتخاباتی و بیشتر بحث برانگیز شدند. خانقا رضایی عضو مجلس نمایندگان در این باره بیان داشت: در حدود 932 میلیون افغانی را فقط به خاطر مصارف کرایه خانه، تکت طیاره، جیب خرج، خریداری موتر و مصارف شخصی برای کسانی که اصلا وجود قانونی ندارد حکومت فرمان داده است. با این حال ارگ بر شفافیت در هزینه ها از کد 91 تاکید می ورزد. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور اظهار داشت: در گذشته به ویژه در باب کد 91 سطح پاسخگویی نهایت پایین بود، اما حالا شفافیت برای ما یک اصل است. ادعای مطرح شده در این باب کاملا سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد. ستاد انتخاباتی اشرف غنی نیز به آنچه که همزمان افزایش هزینه های کد 91 با انتخابات ریاست جمهوری گفته می شود واکنش نشان می دهد. نجیب دانش سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی گفت: هیچ موردی وجود ندارد که از پول کد 91 در بخش های ستاد انتخاباتی تیم دولت ساز به مصرف رسیده باشد. در بودجه تصویب شده پارسال کد 91 1.3 میلیارد افغانی برای این کد اختصاص داده شده بود، اما در جریان سال مالی وزارت مالیه به دستور رئیس جمهور و با تعدیل بودجه کدهای دیگر هزینه های کد 91 را تا 3.20 میلیارد افغانی افزایش داد. کمیسیون بیش از 6000 شکایت استنافخواهی ثبت شدند. زهره بیان شنواره کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که بیش از 6200 شکایت استنافخواهی در این کمیسیون ثبت شدند و به گفته او دستبندی این شکایت ها نزدیک به یک هفته را در بر خواهد گرفت. بانو شنواره گفت که بیشتر این شکایت ها درباره در حدود 300000 رای منازعه برانگیز هستند و تا کنون اعضای این کمیسیون درباره این آرا هیچ تصمیم نگرفتند. با گفته او کندهار، پکتیا، ننگرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کنر، هلمند و غور ولایت های هستند که در آنها بیش از 1500 تا 130 شکایت استنافی ثبت شدند. او افزود که بیشتر شکایت های استنافی درباره آرای پیش یا پس از روز انتخابات در صندوق ها ریخته شدند. آرای دستگاه های احتیاطی، آرای محل هایی که دستگاه های بایومتریک یا حافظه های این دستگاه ها گم شدند و نیز محل هایی که در آنها 1 تا 5 رای تفاوت وجود دارد هستند. بانو شنواره گفت کمیسیون مرکزی تا حالا هیچ فیصله در این مورد نکرده چون در حال تصنیف و دستبندی هستند. قطب‌الدین رویدار عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفت تمام اعتراضاتی که ثبت شدند از طرف سه تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، دولت ساز و صلح و عدالت اسلامی است.
دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بدی این کانال می باشیم. لطفا نظریاتتان را با ما شریک سازید. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر، بدرود.